سلام دوستان، خوش آمدید به یک ویدیوی خیلی جالب دیگر. دوستان امروز یک ویدیوی دوربین مخفی خیلی عالی داریم که در ایران ضبط شده، بین شهروندان ایران و شهروندان افغانستان ضبط شده و یک دوربین نجات پرستی هست و یک تست نجات پرستی از مردم در این ویدیو نشون میده و خیلی جالب هست. من یک بار ویدیو رو تماشا کردم، صحنه‌ای جالب به نظر من بود، به خاطرم خواستم و یه صحنه‌ای که سوال برانگیز بود که آیا این مصاحبه ساختگی است یا واقعی هست، این رو شما در این مورد بگیم، من نمیخوام در این مورد نظر بدم. برای حمایت ویدیو رو لایک کنید، با دوستان به اشتراک بگذارید و اگر جدید هستید کانال رو سابسکرایب کرده دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیو جدید رو از دست ندید. نظر مشتریای من روزو خب یک دوست ما هست که سلمان هست و یکی دیگه هم که اصل لباس سفید که تنش است، یک کس شهروند افغان هست. و هر طور شده باشه از زیر زبانشون نظر اصلیشون رو میکشن بیرون، حالا یا مثبت یا منفی. لایک، کامنت و سابسکرایب. یادتون مثل کشور خودت باد رفت. صد تای تو رو میخرن میفروشن، تو صد تای تو رو میخرن میفروشن. آخرین باریه که من میام اینجا. جدا جدا باش، تو هم نیا. باش آقا بفرمو بیرون شما. خب اگر اشتباه نکنم این دوست ما که آمده سلمانی، دوست صمیمی سلمان هست. انار خوردم. انار خوردی مواد یه چه خبرزی؟ شکر اوضاع چطوره؟ سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقا، وقت که یه حالا بشیم ببینم. فقط از سلام شناخت که مهاجره به اصطلاح. سر این هم تموم نمیشن. خدا خوبه که کشورم چی خوبه که آها فکرم مشتریات رو میگیم. جای تو رو مایی تنگ کرد. برو عزیزم، برو برو شما که دیگه داداش فقط آروم برین. یا تو چه خبر؟ آقا ناموسن دیگه اینا تمام نمیشن، شورشو در آوردن. من می جای تو رو تنگ کردن. خب مثلا تموم بشن که نشن که به تو چه جای منو تنگ نکردی، جای جوانای امثال من که تو خیابون بیکارن که تنگ کردن. که یه آدم بودن سر کار، این هم آدم میخوام برن سر کار به خاطر امثال این همه کارات. چه رب چه فازه چرت و پرتیه. دوش تو طرف منی، طرف اینایی. دوش نجات پرستی دیگه نمی کنم که دوش طرف منی، طرف من یه دهه 15 قرن مثلا دوره جنگ هیتلری مگه مثلا سیاه‌پوستا رو آتیش بزنیم و یاد نمیدونم ارمنیا رو بکشیم، نمیدونم عربا رو نمیدونم فلان کنیم. من بعد این موقعیت رو میگم دوش منطقش اینه که اونم آدم هست. بله آدم هم خیلی هم کاری هم هست، اما دوتا خودمون هم کاری. من یک چیز خیلی جالب دیگه بگم، اتفاقا در خود شما ایر میفهمید دیگه، چی نیازی به گفتن نداره. به میلیون ها مهاجر در کشورهای اروپایی وجود داره، میلیون ها مهاجر ایرانی وجود داره. حالا ایره به خاطر کسایی میگم که میگن که جای ما را تنگ کردن، چطوره که این همه ایرانی میره به ایران، جای ببخشید به خارج، جای او خارجی ها تنگ نمیشه و وقتی چند تا افغان میره به ایران به خاطر کارگری جای ایرانی ها تنگ میشه. من نمیفهمم. یاد داریم خیلی هم اوکی هم، خیلی هم چشم پای کرد. زشت نگوید ناراحت بشه یاد ناراحت بشه، برای مهم نیست آقا، یه واقعیتیه. مگه کشور غریب نیومدی تو؟ تو کشور غریب نباید توقع داشته باشی مثل کشور خودت باید رفتار کنن. اومدی باید همین چه ربطی داره؟ تو خودتو بذار جای یارو. فازت چیه الان؟ تو خودتو بذار الان تو مثلا بری یه کشور دیگه دوست داری اینجوری باید برخورد شد؟ الان که نرفتم کشور خودم هم حالا اصلا چرا ریختی رو اومنده؟ الان چرا ریختی رو اومنده خدا؟ فازت چیه؟ همینه که هست، باید با اینه همینجوری رفتار کرد. فازت چیه بابا؟ اسلام میخوای بگی دو برابر ازت میگیرم. داداش چه سوالی؟ چی گپی خنده داری؟ دو برابر نمیخوام، من پولشو میدم. اسکل صد تای تو رو میخرن میفروشن، تو صد تای تو رو میخرن میفروشن. همینا همون میگه این به خاطر امثال نه به خاطر تنگشونه. تو هم هم کن برو کار کن مثل اینا شب. روزی سه بار کار میکنم پول در میارم. هم سال شما ها به نظر من باعث شد اینا اینجوری تو کشور ما. حالا دیگه تو یه جوره انسانیت در برداشت، یه جوره منم یه جوره.
آره داداش سر تا پا مشکلم من با شماها اصلا من مشکل با شما بخور خب خدا برو من اصلا کلا باید فکر کنم رو شیشه بنویسم ورود افغان ها ممنون ها این موضوع شیشه باید شما نما چه مگنه به یک وقت به ترکیه نوشته کرده بود ورود افغان ها و ایرانی ها ممنوع یک دکان ترکی بود که دقیقا یاد من نیست که بخاطر چی میفروخت داخل دکان خواهی را نوشته کرده به ورود افغان ها و ایرانی ها ممنوع میباشد و ویدیو هم در مورد درست کردم این کلن اینجوری هست ولش کن چی شده؟ نباید بزنم برای چی بزنم خب من کشور توه مگه اینجا مال توه نکنه آقا تو طرف منی طرف اینا من حق رو دارم میگم من حق ربطی نداره داداش حق من حق رو میگم ما 20 ساله 30 ساله رفیقیم همچین حرفایی ازت نشینم نمیدونم امشب چه جوری شدی تو واقعیت رو دارم میگم نه واقعیت نیست داداش واقعیت نیست منم یه روز یه بار واقعیت نیست بیرون خودمو الان تو یار میره دبی میره تو دیسکو اشغال میکنه اونم بعد سیکتیر تو رو بزنه بیای بیرون دیگه حتما بزنن آقا هم رفتم چه بزنم نمیتونی بری چون باش بیا با اصلا آقا من دوست ندارم تو مغازه من باشه مشکل یه پاشو برو بیرون داداش بشین نمیخواد داداش این رفیق منه بشین من برو نه نمیخوام من آقا نمیخوام باشم اینجا آیا آخرین باریه که من میام اینجا جدی باش فهم باش. نیا باش آقا بفرمایید بیرون شما از یک لحاظ آدم هی فکر میکنه که ساختگیه چرا که اگه دقت کنه دو نفر دیگه هم اونجا وجود داره داخل سلمانی و یکی اون دوست ما که آمده آرایشگاه آمده سلمانی آمده که موهاش درست کنه و یکی هم خود سلمان دیگه است سلمان دیگه رو بگیم خبر هسته این نفر دیگه اصلا هیچ عکس العمل یا هیچ نظری نمیده ممنون میشم ازت دیگه هم اینجا نیا فریبا رو منم بدم خوبه نمیزنم تو هم نمیزنم آدم میزنم دیگه طرفداری اینو این نمیکنی چه ربطی داره چه طرف اینو میگیرم مهم منو نمیزنی خوبه این ماشین ما تو بزنی خوبه بنز دستت نیست ماشین ریشتراشه اسکت راست میگه به قرآن اسیری ما اوسه داداش خب پاسخ عالی داد که خب بنز به دست نیه ماشین ریشه تو مقابل دوربین مخفی قرار گرفته بودیم حسین یکی از دوستای خوب منه دوربین تو کجا؟ بعد پرین نجام لای اون قیچیر ریا کن شک کردم ها افغانه یکی از بهترین رفیقای ما تو ایران واقعا دمشون هم میگم خدایی زحمت کش و اصلا هیچ به قول یار گفتنی تفاوتی با ماها ندارن تعجب کرده بودم تاج سر انداداش من با این همه سال رفیقم اصلا حرفا نمیزد هر کس همچین طرز فکری داشته باشه شک نکنید از نظر ذهنی مریضه اینو یادتون باشه حسین جان شما داداش حرفی حدیثی دوستا اسم کانال از این دوتا دوست ما هم هست به اسم خودیونه اگر اشتباه نکنم خندیونه ببخشید اسم کانال خندونی هست اگر خواسته باشید میتونید سر بزنید به کانالشون امیدوارستم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه امیدوارستم لذت ببرید ویدیو رو لایک کنید تا ویدیو بعدی